سلام و خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی جدید. امروز بچه اومدیم با یه ویدیو خفن از اکانت تانهال 9 مون و خلاصه میخوایم بریم داخل بازی دو تا تک وار بزنیم و در مورد بعضی چیزا با هم صحبت کنیم. خلاصه امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. فقط قبل اینکه بریم داخل بازی شیم یادتون نره حتما دوره لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو به سر در بیارین، اینستاگرام منم که اینیا این بالا میاد و حتما فالو کنین چیزی نمونه تا 850 تایی شدنمون و بریم داخل بازی و ببینیم کلن چه خبره این روزا تو این اکانت تانهال 9 من و لیتس گو. موضوعی که امروز میخوام در مورد صحبت کنیم اینه که به نظرتون بچه بدم بره تانهال 10 یا نه، به نظرتون آپگریدش کنم بریم تانهال بعدی یا هنوز زوده. چون که بذار اصلا بهتون نشون بدم، همونطور که میبینیم بچه این پروگرس بیس منه و دقیقا فقط چیزایی که مونده برای آپگرید کردن، این بمبا هم حتی همه رو آپگرید کردن، فنرها همه آپگریدن، یعنی همه چیزو بچه‌ها من آپگرید کردم به غیر از کوینمون که لول 23 و کینگمون که لول 22. البته اینا تا لول 30 بیشتر نمیرن، یعنی بالاتر از این نمیرن، و به غیر از اینا فکر کنم حدود چند تا دیوار داریم، حدود 40 تا دیوار داریم، یعنی کینگ کوین با 40 تا دیوار و اون موقع تانهال 9 مکسیم. حتی توی لابراتوریم هم اگه اینجا نگاه کنین بیشتر چیزا مکس و فقط اینجا ما دو تا اسپل داریم که من ازشون استفاده نمی‌کنم. حالا شاید وقتی تانهال بالاتر رفتیم شروع کنم به آپگرید کردن، چون معلوم نیستش. و خلاصه بچه‌ها نظرتون چیه؟ به نظرتون تانهال آپگرید کنم؟ به نظرتون بریم تانهال 10 یا هنوز زوده؟ چون که تانهال 10 بریم خب اینفرنو میگیریم، یه اکسپو جدید میگیریم، خلاصه آرچر تاور میگیریم، کنن میگیریم و کلی چیزای بالاتر میگیریم، نیروهای جدید و مهمتر از همه یک قدم نزدیکتر میشیم به تانهال 11 که تانهال 11 بعد نظر من اتک زدن اینا خیلی فان تر میشه. آره نظر منه. خب پس همین الان بچه‌ها یه نگاه اینجا بندازین به این چیه، من کلا بذارم برم روی مپ اصلیم یه نگاه به این بیس بندازین و همونطور گفتم 40 تا دیوار کینگ و کوین موندن، به نظرتون برین تانهال بعد یا کاملا نیه مکس کنم بعد برم تانهال 10؟ نظرتون رو بنویسین، همه رو میخونم و برام مهمه که بدونم شما نظرتون چیه. خلاصه بچه این چیزی که بود که بخواستم بهتون بگم، با هم یه مشورت کوتاه داشته باشیم. حالا الان هم میخوایم بریم اینجا اتکای وارمون رو بزنیم و همونطور که میبینین بیس اولی که باید بزنیم این بیس هستش که با همون یه ترکیب بچه براتون حال نو گذاشته بودن، ترکیب دراگون لایتنینگ بود. آره دراگ بس براتون حال 11 مون بود. یکی بچه اینو میخوایم بریم بزنیم با یکی شماره 4ش که یه خورده سخت تره، ولی خب یه جورایی مطمئنم که دو تایشون سه ستاره میکنم. یعنی بچه‌ها هر وقت بخواین اتاک بزنین، حتی اگه شما تا حال 1 بودین طرف تا حال 10 بود، باید اعتماد به نفس داشته باشین. اگه شما به خودتون نتونین اعتماد به نفس بدین، عمتون که نمیاد بهتون اعتماد به نفس بده. پس خودتون باید حواستون باشه. آقا بریم لتس گو بریم. مثلا من عاشق اتاک زدن توی وارم. خب بریم بچه‌ها، اول میگم اینو بندازیم 1 2 3، نه دو تا سه تا. یا حسین چقدر صدا این بلنده، صدا چه خورده کم کنیم. خب یه آخری هم حالا اینجا بذاریم. چقدر بچه خوب میشد اگه میتونستم با سه تا لایتنینگ فقط اینو از پا در بیارم. نه 1 2 بچه، یکی لایتنینگ. او شت لایتنینگ چمونو مینداختیم. اوکی نایس نایس، من اینو زیاد دیم. اینم توی رینگ کوینش بندازیم که دور بزن. آها یه دونه بخور تو سرت کنه. اوکی بچه کینگمون اینجا میندازین، کوین. خب بچه میگم کینگ همیشه خب با کوین خیلی مهمه به نظر من. وقتی شما تانها رو آپگرید میکنین، مثلا تانهال 10 که بریم به نظر من مهمه مثلا لول کوینمون خیلی پایین نباشه، جلوتر بیان اینجا یه ریج واسه شما میندازیم که بارونا سرتر برن چی رو واسه شما بزنن. امیدوارم بچه وقت کم نیاریم، این ترکیب یه بدی داره که بعضی موقع وقت کم میاری تو اتک زدن. خلاصه فقط باید امیدوار باشیم که خلاصه خراب نشه اتک و به خوبی پیش بره، که به نظر من به خوبی شاید پیش بره، چون که زیاد تهدید هوایی نمیبینم من این طرف ها. و خلاصه بچه میگم کینگ و کوین خب مطمئنا خیلی مهم من همیشه توی تانهال 10، که اصلا تانهال 9 هم خیلی مهم من، چون همونطور که میبینید اینجا اصلا کینگ کوین نباشن این اتک شاید سر نشه. کینگ کوین بچه مهم من، ولی خب لول 22 اینا اونقدر پایین نیستن. حالا نمیدونم، بعضی از شما اینجوری این که میگین کاملا مکس کن، که من باهاتون کاملا موافقم و احترام میذارم به نظرتون، ولی خب بچه هیچی نمونده، یعنی تو لابراتوری دوتا اسپل داریم، کلا یه کینگ داریم با یه کوین داریم. حالا دیوارا رو میفهمم، چون دیوارا میتونه بعدا خیلی اذیتمون کنه و سرویسمون کنه، ولی خب گفتم که آقا کامنت ها رو میخونم، اگه بیشتر کامنت ها گفتن آپگرید کن آپگرید میکنم، اینو کاملا میذارم شما تصمیم بگیرید. اگه کامنت ها کمی گفته بودن که آپگرید کن، اون موقع آپگرید
چی گفتم؟ برعکس گفتم. اصلا یه نظرسنجی میذارم، آپگرید کن، آپگرید نکن. شما بعد اینکه این ویدیو رو دیدی یک دو ساعت بعدش یه نظرسنجی میذارم، اونجا میتونی نظر بدی که به نظرتون من اینو آپگرید کنم یا نه. هر چقدر بعد یک روز رأی بالاتر بود همونو میریم انجام میدیم. اوکی بچه، الان نیرومون آماده شدن و آماده اتکی. من فقط اینجا یه دونه فریز گذاشتم چون که دیدم که ما اینجا هفت تا چی بیشتر لازم نداریم. بذار اینو اوکیش کنم. بریم بچه‌ها اینو کیرم اتکش بزنیم و ببینیم این اتک چجوری پیش میره. پلنم بچه‌ها برای این بیس اینه که تونیم بریم این دوتا رو بزنیم، بعد از اینجا دراگا رو بریزیم یا برعکس. این مپش حالا قرینه زیاد فکر کنم مشکل بزرگی برامون فکر نکنم پیش بیاد و خلاصه میتونیم از این بر اتک بزنیم یا نه. من میگم از طرف کوینش اتک بزنیم که یا نه کوینش میتونیم با لایتنینگ بزنیم. اصلا حواسم نبود از کوینش دور بخوره. دور بخور چند تا لایتنینگ بکوبونم تو اون سرت. 1 2 3 4 این از کوینش بچه. بریم این ستارم بزنیم و اینم از این. ایول ماشالله. خب یه آرچر واسه هر کدوم از اینا بذاریم که آخر بازی گن زده نشه تو اعصابمون. اینجا باشه کینگو میذاریم، اینجا کوینو میذاریم. یه خورده که بغلا رو واسمون خالی کردن، وقتشه که کل دراگا رو بذاریم که الان به نظرم بهترین وقتشه. اینجا پوکسرشون دراگا رو میذاریم، نه بالونا رو منظورم بود میذاریم. ریج و اینا رو همه آماده است. یه ریج اینجا میذاریم، میتونیم این اینفرنوها رو با این آرچر تاورا رو اینجا فریزشون کنیم که الان فریزه اینجا به درم خورد. من واقعا نمیدونستم که یه لایتنینگ لول 8 ببری میتونه چی کنه. حتی اسپری سرعت هم میتونستم بیارم. حالا میگم شما اگه بخواید با این استرچی اتک بزنین، که البته من یه ویدیو گذاشتم کاملا توضیح دادم که چجوری باید این کار انجام بدین، الان نمیخواد زیاد توضیح بدم، ولی خب میتونین به جاش یه اسپری سرعت چیزی هم ببرین که اونم میتونه کار کنه. بچه ها فکر کنم یکم ستاره بشه چون که دیگه تهدید خاص هوایی نمیبینم. خلاصه این تزلا رو هم بریم بزنیم و کلی دراگ واسمون. بچه‌ها سه ستاره زیبا و خوشگلی گرفتیم همونطور که میبینین و نایس. اینم بریم کالکتور رو بزنین، رحم نکنین به این نامرد. بچه‌ها میگم این از این. من میگم بعد اینکه این اتاکی تموم شد بریم یه اتاک عادی همینجوری هم بزنیم واسه لوت و اینا. من میگم بیبریم لوتو اینا جمع کنیم که بزنیم کوینم آپگرید شه. حتی نمیدونم چقدر دقیقا دارک الکسیر میخواد، همین کارو من میگم کنیم. خب 2 دقیقه اینا مونده، 1 دقیقه خورده مونده که هیرامون آماده شن. پس خلاصه هیرامون آماده میشن، میریم یه اتک میزنیم و دارک حسابی امیدوارم بتونیم جمع کنیم. پس اتک بعدی میبینمتون. خب بچه‌ها این بیس رو پیدا کردم که به نظر من لوت خوبی داره. 700 هزار تا این داره و 500 هزار تا اون داره و 4500 تا از اون داره. خلاصه بچه‌ها اتک رو از این بالا شروع می‌کنیم. دلم می‌خواد به کوینش دمیج بزنم و 1 2 3 خب این از کوینش هم تونستیم بزنیم. این دو تا رو زدم بچه‌ها. الان اینفرنو بعدی که می‌بینم، هی من اینا رو چه می‌گم اینفرنو، ایر دفنس بعدی که می‌خوام بزنیم اینه و بعد از اینجا اتک اصلیمون شروع میکنیم که این کار کردم به خاطر اینکه نمیخواستم ایر سویپر رو زیاد اذیتمون کنم و خلاصه بغلا رو که یه خورده واسه همون ترتمیز کردن اتک اصلیمون رو شروع میکنیم. کلیس بودمون رو میندازیم اینجا بچه ها، بالونا اینا رو همه رو خالی میکنیم، یه ریج واسه شون این وسط میندازیم و همراه ادلیتی کینگ جا. حالا میتونیم اینو فریزش کنیم که اتک نمیدونم زیاد نیازی بود یا نه. خورده بچه ها باید لوت جمع کنیم بریم خورده آپگرید کنیم دیگه. باید بریم دیوار رو این حرفامون رو آپگرید کنیم. همینه بچه ها، این ایر سویپر های سگ مصب رو میبینن اینجا چقدر کر میریزن، واقعا دهنشون سرویس. کاش حواسم کاش خورده بهتر اتک میزنم. این سه ستاره میشه یا نمیشه؟ حاجی این ایر سویپر هاش الان اذیت میکنن حسابی. خب فکر کنم این بچه ها این سه ستاره نشه، مطمئن نیستم، ولی امیدوارم که لوت خوبی ازش گرفتیم. دارکش رو میدونم گرفتیم، دارک فکر کنم یه مقدار گرفتیم، ولی معلوم نیست بچه ها، نمیدونم چه ستاره میشه یا نه. هرچی میتونیم فقط گلد و لوت و این چیزا جمع کنیم که ناموسن 40 تا دیوار واسه همون مونده و 40 تا دیوار همینجوری از آسمون نمیاد همشون آپگرید شن. میدونی وقت میبره. حتی فکر کنم رینگ وال هم دارم و نمیدونم دقیقا چند تا، ولی دارم مطمئنم. باید بریم ببینیم که چند تا دیوار میتونم آپگرید کنم. حتی رینگ والا رو شاید نگه یا وال رینگ فکر کنم میگم چه رینگ والا میدونم. میتونیم اون رو نگهش داریم برای
تان هال بعدی، تان هال 10 که وقتی میخوایم دیوارامون لول 11 کنیم اون موقع از اون استفاده کنیم، چون به نظر من الان زیاد گرون نیستن، قیمت آبیه کردن دیوار خیلی شدیداً بالا نیستش، لازم نداره که زیاد استرس داشته باشیم رون. مثلا برای هر کدوم 500 هزار تا میخواد و 40 تا دیوار خب چی بیشتر نمیشه، فکر کنم میشه 20 میلیون. 20 میلیون زیاد نیستش، 10 میلیون گلد، 10 میلیون فلان و حل. بچه این 3 ستاره نمیشه متاسفانه، این چیزه ترپ هوایی خوب اومد کرمش ریخ بهمون. من خب 80 چند درصد رو گرفتیم و مشکل منم توی این اتک بچه ها فهمیدم چی بود، اون که یه خود راه اشتباه رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه اصلا حواسم نبود که این دو تا ایر سویپر ها این وسط رو حسابی ازشون خوب قرار دفاع کنن، که خب حالا اتفاق دیگه میدونی. خب بچه ها تا آتیش آخر دیگه بگیر واسم لوتر رو. خب ایول لیتس گو، پاداشم از رو گرفتیم که بریم حاجی همه رو خالی کنیم بزنیم این آماده شه، که فقط الکسیرمون آماده شه و اوکی بریم روی پروگرس بیسمون دوباره من میگم و خلاصه اول از اینا شروع کنیم. بذار اول دیوارا شروع کنیم، یکی اینجا، این دوتا، این سه‌تا، هرچی بچه داریم میخوام اپگرید کنیم، چهار، این پنج، داداش بالون بچه جلومو گرفته نمیتونم ببینم، این شیش، این هفت، ایول، این هشت، این 9. بچه ها 9 تا دیوار تونستیم آپگرید کنیم که الان دقیقا چند تا مونده؟ 31. 31 دیوار الان مونده که کاملا دیوارمون مکس شن و من میگم بریم اینجا کوینمونم بزنیم آپگرید چه 3-2-1 و بوم، اینم از کوین. واسه کینگ چقدر میخواد؟ 41 میخواد که زیادم نیست، کینگ هم میتونیم اوکیش کنیم، حالا بعدا یه خورده باید بیشتر بازی کنم. و خلاصه بچه ها فکر کنم دیگه به پایان ویدیو رسیدیم، همونطور گفتم یه نظرسنجی میذارم و یادتون نره که اونجا هم رأی بدین حتما. آینده این اکانت تو دستای شماهاه. خب بچه ها همطور که می‌بینید دیگه به پایان ویدیو رسیدیم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همطور گفتم آینده این اکانت تو دستای شماهاه، پس حتما قبل اینکه رأی میدین بهش فکر کنین. و خلاص امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، یادتون نره تام دلایک کرده باشین و این سایت منو که رسانه کامنت بین شده حتماً هم فالو کنین. فکر نکنم دیگه حرف خاصی برای گفتن مونده باشه، پس وقتش که دیگه تو ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.